دیگه در کل نانبایی که در می سایه شهر کونی کابل میبینی اینم طور مقبول مقبول نانا پخته میکنن جلب جذب مردم شهر کونی کابل و دیگه مردمایی که به طرفای کارته نوی یا به خانه میرن که سعی میکنن نان مقبول است تا میشن 5 تا 10 تا صاحب روز چقدر چند بوجی یارد شما نان پخته میکنه روزانه تقریبا 22 23 خلطه آورده خمیر میکنیم 3 تندور داخل چون که مشتری های ما زیاد از رسیدگی نمیتونیم یعنی بزرگوارا دکان آهنگری است پس پدر و پدر کلانا و نیکی ما امی آهنگری مانده که دکان استاد سرور است که خدا مغفرتش کنه بهترین کسبی ما امی بود که تور و تشه و چیزهای از ایره که جور میکرد و بسیار قیمت بالا عرضه میکرد والا تغییرات زیاف است تغییرات زیاف است مگم ما اینمی چند مردمی که ما هستیم مثال بچه آهنگران بچه مایی پز و اینمی مردم ها ماندیم دیگر مردم های قدیم ما اول نمانده درود و سلام و خسته نباشین هموطنای عزیز آرزوی صحتمندی و سلامتی شما را دارم خوشحال هستم که بازم برنامه دیدار افطار آغاز شده و خدمت شما قرار گرفتیم بنده فیصل آسم و امیدوار هستم که ماه پربرکت رمضان تا این دم با خوشی و لبخند در کنار خانواده محترمتون سپری کرده باشین و قسمی که شما میدانین ما در برنامه دیدار افطار همیشه مهمانای بسیار عزیز داریم و با اونا برنامه تهیه میکنیم این بارم رئیس اتحادیه آهنگرا جناب حسن سرواری صاحب با خود داریم که این بزرگوار همیشه مهمان نوازی کردن و این بار ما را دعوت کردن و این افطاری را همراه اینا میباشیم و اول یک سلام و کلام همراهشان میداشته باشین سلام سلام علیکم خوب هستی جانتان جور روز بخیر هستی سلامت زنده باشی شکر که صحت دیدیم اتان قربانتان آیی صاحب اینه تر و تازه میبینیم تان در ماه مبارک رمضان بلا دیگه خود مجبور دیگه زیر تاثیر نمیدیم تا رمضان هست دیگه رمضان همون مردای قدیم امو آهنگرا و نمیفهمم مردمای امو پهلوانا و ورزشکارا مردمای سابق بعدا میگه دایره می ساز سایز ما به حساب آثار قدیم شهر کابل اینمی هست خب دوستا عزیز ما میدونین کجا هستیم ما و سایز سنگتراشی شوربازار کابل هستیم بله درست بله اینمی سایز سایز سنگتراشی است دیگه کل مردم اینمی آمادی آمادگی برای افطاری داره برای افطاری داره خب آقای صاحب امی دوره تفیلیت شما همینجا گذشته بله همینجا گذشته ما دوستا آقای صاحب بیشتر میمان ها رو هم در فضای بیرون میکشیم که از امو مکان و جای هم شما دیدن کنین ببینین در طرف راستم که چقدر نانای وطنی که من اولی بار است میبینم آجی صاحب نام خدا مردم های قدیم راستی که امو کل گپشان امو رقم است بلا اطور است که اینمی یک که میبینی دمی سنگ تراشی دمی شهر کونه کابل اینمه تو نانای مقبول مقبول پخته میکنن که بیادر از دور کس میبینه خوشش میاد تا میشه نان 50 روپگی است 40 روپگی است 30 روپگی است 20 روپگی است 10 روپگی است اینمی نانا هر کدامش از خود بی داره دیگه در کل نانبایی که در می سایه شهر کونی کابل میبینی اینمی طور مقبول مقبول نانا پخته میکنن جلب جذب مردم شهر کونی کابل و دیگه مردمایی که به طرفای کارته نوی یا به خانه میرن که سعی میکنن نان مقبول است تا میشن 5 تا 10 تا 50 روپا 40 روپا 30 روپا و 20 روپا نمی چیزا هست میخرن میبرن در طرف خانه خود بسیار خوب این یک بزرگوار دگام همراه ما هستن یا مرد قدیم است سلام علیکم کاکا سلام علیکم صاحب خوب هستین بخیر هستین ان شاء الله که ماه مبارک رمضان بخیر سپری شه بخیر مقدر شکر هزار بار که ماه مبارک رمضان بعد هم میبینیم و بعدم روزا بدان هستیم شکر شکر این احسان خدای پاک از دوستای عزیز که ما را خدای پاک هم مسلمان پیدا کرده هم بیادر این توفیق داده که روزه بگیریم
و خدای پاک قبول درگاه خود کنه. بله خدا قبول کنه کرد. خب کوکو جان شما چند ساله هستی؟ ما فعلا 57 ساله هستیم. عمر ما دمی سراجی و دمی سنگ تراشی و دمی آهنگری تیر شده. بابا و بابا کلان ما دمی جا آهنگری داشت. از بابا کلان ما تا فعلا بر ما میراث مانده، ما فعلا هم دمی کوچی آهنگری هستیم و آهنگری میکنیم. بسیار خوب. آجی صاحب کاکای ما معرفی هم نکردین. کاکای خوب ادر خلیبانور نام داره، آهنگر است. یک مرد قدیم از دیگه. نام خدا خوب کار، پرکار و کاریگر و هر نوع چیزایی را که برش بیایه جور میکنه دیگه. از مردای قدیم است دیگه. مردای قدیم است. این همی خلاصه هم بسازیش خوب است. اینجا بولونی هم پخته میکنم تو قصه کده میریم دوستا. من میگیرم بمی مردم هایی که میگه ششتر موره اگر اجازه باشه میگیرم اموره تا صاحب اجازه صاحب اجازه. خب دوستا باش که حاجی صاحب هم همین مستحقینی که اینجا هستن نان بسیار مزدار اینجا آماده میشه. باش که یک پرسان هم کنیم که روز چقدر نان پخته میکنین صاحب؟ روز چقدر چند بوجی یارده شما نان پخته میکنین؟ روزانه تقریبا 22-23 خلطه آرده خمیر میکنیم. 3 تندور داریم داخل چون که مشتری های ما زیاد از رسیدگی نمیتونیم. یک تندور دو دارم یکی پیش یکیش مخصوص نانای کلان است، یکی جوره یکی هم طبقه‌ای. بسیار خوب بسیار خوب تشکر. خوب آجان بمی سیاسترات توضیح میکنم. بسیار خوب. چقدر نام خدا بولانی زیاد پخته کردی. سلام علیکم. سلام بدرخان. خوب هستی؟ بخیر جان. شکر فعل خدا بخیر. سلام باش که حاجی صاحب بسو مصروف شد. من گفتم یه دفعه دوستارم ببینیم که روز چقدر بولانی پخته میکنی. بولانی در روز 200 دانه میشه. 200 دانه 200 دانه. موفق باشی قربانت. دوستای عزیز پیشتر میریم. حاجی صاحب هم که فارغ شوا بریم صحبت ها را ادامه بدیم. باش که بزرگوارام همراه ما هستن دیگه. آقای صاحب امی چوک سنگ تراشی گفتم میشه؟ بله اینجا کوچه سنگ تراشی است. یعنی بزرگوارا دکان آهنگری است. پس پدر و پدر کلانا و نیکم و امی آهنگری مانده که دکان استاد سرور است که خدا مغفرتش کنه. بهترین کسبی ما امی بود که تور و تشه و چیزهای از این را که جور میکرد و بسیار قیمت بالا عرضه میکرد. خب. خدا مغفرتش کنه. حالا بچه هکایش کار میکرد. خب خسته نباشین. خوب هستین؟ خب بره من با تو خیلی آساس دادگم. آستان بریم دیگه که نزدیک افطار هم میشه. من یکم اونه میگه جلبی میگیرم برای حاجی صاحب. دلبستگیش در این منطقه زیاد است. بسیار زیاد. وی به خاطر که این جای پدری و پدر کلان ما میگه است. میگه تولد شدیم و میگه به در تا حال را زندگی میکنیم از این شهر کنی کابل. دیگه من یکم اون جلبی میگیرم. مگم چی خوب روغن جوشی های بسیار مزه‌دار است. سلام برسه. خوب هستین انشالله. بخیر هستین. باش که پیشتر بزرگوارا نام خدا زیاد بود دیگه. حاجی صاحب همین دوستا رو معرفی کنین که همین جای و محل که زندگی میکنن. حاجی صاحب خو اینمی دکان علیمپزی و جلوی پزی از پدر و پدر کلانایشان اینمی جا حاجی صادق نام داره. اینمی جا دکانشان هست و نام خداش که جلوی و مایی و به حساب چیزایی را که علیم اینا جور میکنه هیچ کس او را به می مزهش جور که نمیتونه. دیگه اینمی دوست ما از جمله آهنگرهای ماست که فیض نام داره. بسیار خلیفه فیض دکاندار آهنگر
کاریگر چیز. دیگه انور جان خب پیشتر معرفی کردم براتون. دیگه حاجی صاحب خوینه پیشتر گفتم که حاجی صاحب چقدر وقت اینجا میشه که هستین؟ ما یک 50 سال عمر دارم. یک 45 46 سالش خودم گفتم میتونم که اینجا هستیم، ما از پدر و از نکام اینجا هستیم. نام خدا چه خوب، یک 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 فضای همت وطنی، جلبی و روغن جوشی و نمیفهمم همین چند حلیم شما آماده میسازید؟ بله مایام داریم، حلیم هم داریم، جلبی هم داریم و ای از آل نه از بسیار از قدیم است. ای چهار جور نبود اینجا جور بود همین چیزا از خوب. از قدیما تا حال چی فرق است؟ در رمضان ها چی تغییرات میبینه؟ والا تغییرات زیاف است، تغییرات زیاف است، مگر ما اینمی چند مردمی که ما هستیم، مثال بچه آهنگران و بچه مایی پاز و این مردم ها ماندیم دیگه، مردم های قدیم ما اول نمانده. خب برو شکر که همه تو صحتمند و خوشخوی سرحال هستی. آرام باشی، آرام باشی قدر تو. خدا افتار سلامت. روز افطار، روز افطار. برکت ببینین. دوره تونه بزنین روز افطار، ما یک شوروای وطنی داریم. برکت ببینین. قربانتون ان شاء الله مگه یار زنده و صحبت باقی باشه. قربانتون. آرام باشین، ما شما را میگم. یو خانایش هست که شما دوره کردید به. خیر. سلامت. خب دوستا بیشتر میرین دیگه و برنامه ادامه داره، شما هم دیدار افطار را بیننده باشید. هموطنای عزیز، بازم خوش آمدین، دیدار افطار است و آمدیم بخیر به خانه آجی صاحب. آجی صاحب همیشه که ما میاییم بیشتر یادآور شدم، گفتم همی تلویزیون آریانا با شما قرار داد کرده، شما با اونا همیشه همراه ما به تکلیف هستین و گفتم ای کاش که بسیار نانک ساده به ما جور میکردین که ما تو زندگی کلیوالی را بسیار ساده را خوش داریم و به این زحمت روادار نیستیم که فامیلام دهی ماه مبارک رمضان به زحمت شوند و حاجی صاحب همون شوربای آهنگری خوب مزه میده. والا شوربای آهنگری خوب مزه میده. خب ان شاء الله تعالی نانم بهتر چیز تشریفاتی ما برای شما نکردیم، چیزی که خودمون میخوریم و میره پخته کردیم که اول این یک دو تا بیچاره مسکینی که در همی اکتوت هست همی ها را تلویز اصل میمانای ما امینا هستن، دوستایی دو بزرگوارا آی صاحب اینا را هم خواستن دمی سفره رمضانی و کاکایم که برادر خرد برادر کلان برادر کلان برادر کلان آی صاحب هستن، بچه هکشان سیرجان و بزرگوار نامش چی گفتیم؟ اسکرخان. اسکرخان؟ بله. بسیار خوب که اینا هم به این سفره رمضانی هم رای ما هستن و دو عزیز ما که همینجا در همسایگی آجی صاحب هستن، لالا آرون و ما و خودت بزرگوار نام چیه؟ ضیاءالدین. لالا آرون چی کاروبار میکنی؟ ما ولدم روی بازار کراچی یک تهره دارم، روزمره کار میکنم. خب عروسی کردی؟ عروسی کردم. خب صاحب چند فرزند هستی؟ دال اولاد نداره. خب یه چیزی که رضای خدا باشه کاروبار میشه. میشه شکر از این شب و روز ما شکر امیر دست ما برکز دراز نیست، نمیشه هزار بار شکر. هزار بار شکر بدون شک. و لالا آرون ما دست فروشی میکنن یا کراچی بانی؟ کراچی یک تایره داریم چیز هست داری بازار. خب بسیار خوب. و لالا زیادین ما چی کار میکنه؟ ما کراچیوانی میکنم. خب بسیار خوش هستیم که این دو عزیزم همراه ما هست. حاجی صاحب، حاجی صاحب از شوربای آهنگری صحبت کردیم نه؟ بله. او شوربایی که در اونجا خوردیم راستی که در خانه فکر نکنم به او قسم آماده شد. نه او شوربای آهنگری خب کوری حضرت داوود علیه السلام است که در او دیگ پخته میکنیم، باز او مزی از او دیگه بسیار زیاف است.
و بعد دمو کره که هر غذایی که پخته میشه مثل لوبیا نمیفهم نخات و دیگه چیزایش دیگه من نمیفهم که چیز زیاد چای را که خوردیم ما شما دیگه می چای راستی خدا سابقا گفتم وزیرا میامد از این چای ما میخورد حتی کلنان پدرها و پدرکلانای ما در او وقت میامدن چای میخوردن نان میخوردن اگر چاش میبود نان تیار میبود در دکانی که تیار میبود میخوردن میفتن ما را این از اون نان پاچایی کرده این نان آهنگری خب حضرت داوود علیه السلام خودش پیش از 100 سال پاچایی و پیغمبریش با آهنگری شروع کرد و واقعا همی چای آهنگری بسیار مزه میده همی یکی مردم افغانستان خب آجی صاحب این را رواج دارن یا عادت دارن که همی نان هر چی بخورن که چای نخورن بله. گزارشان نمیشه بله. خب لحظات افطار هم نزدیک است دوستا شاید شما هم گفته باشین چطور که سفره عوار است شما قصه میکنین قبل از اینکه گفتیم تا ای که اذان محمدی را همه بشنویم یک چند لحظه صحبت هم داشته باشیم و فکر میکنم یک یا دو دقیقه باقی مونده به موقع افطار منتظر میباشیم دیگه سپورت به خدای سپورت